سلام، وقت شما بخیر. جناب آقای طباطبایی، به طور خلاصه بفرمایید که به نظر شما چه تعارضی میان عملکرد حکومت‌های نظیر طالبان که نام اسلام را بر خود نهادند با توصیه بزرگان دین برای حاکمان اسلامی وجود دارد؟ علیکم السلام و رحمت الله. از نظر اسلام چه در مذهب امه چه در مذهب شیعه معاصر هیچ تفاوتی بین حاکم و مردم از لحاظ حق نقد و نظارت بر همدیگر وجود نداره. اساس اسلام در کنار نقد و نظارت قدرت به اصل آزادی که لازمی این کار توجه داره، تا حدی که پذیرش اکراهی بالاترین مقوله عقیدتی که همون دین باشه رو هم توجیه نمی‌کنه. طبق آیه صریح قرآن، لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، حتی قرآن امر معروف و نهی از منکر رو هم برای نقد و نظارت قدرت در زمان ولی غیر معصوم مطرح کرد. در آیه دیگه قرآن حتی ترک این فریضه رو موجب فراموشی آدمی از سوی خدا میدونه. در روایاتی که ما از رسول خدا داریم تصریحا آمده که هرگاه مردم ستمی رو ببینن و جلوی اون رو نگیرن، بعید نیست که خداوند مجازاتی رو فراگیر دامنگیر همه اونها قرار بده. بله. یه نکته در رابطه با همین که وظیفه عمومی امر معروف و نهی از منکر، همون روایت معروف رسول خداست که اهل عامه هم قبول دارن، اختلاف امتی رحمه، که همین نشون دهنده اهمیت تبادل فکر و نقد و نظارت قدرت که لازم آزادی بیان. بله. حالا با توجه به این که طالبان یک گروه عقیدتی است، من عرض میکنم که یعقوبی مورخ معروف میگه که ابوبکر در همون آغاز زمامداری خودش گفت که من الان با اینکه بهتر از شما نیستم بر شما حکومت پیدا کردم، پس اگر راست بودم که منو پیروی کنید. و نکته قشنگش اینجاست که اگر من کج شدم منو راست کنید. ابن قتیبه، ابن اعصم کوفی هم همین رو نقل میکنن. بله. عمر هم همین رو میگه که هیچ محقی در حق خودش به این نرسه که در معصیت خداوند از او اطاعت بشه. مردم، حقوقی که بر من و شماست با شما در میان میذارم، اگر خواستید بر اساس اون هم بازخواست کنید. حتی عثمان با عنوان سوم خلیفه‌ای که اونها مدعی راشدین بودنش هستن، که میگه که بشنوید، من پیروی کننده هستم نه یقین کننده و تعیین کننده راه و طریق. بله جناب جناب طباطبایی، با توجه به آنچه که توسط طالبان صورت میگیرد و آنچه که در کشورهای اسلامی توسعه یافته به عنوان حقوق شهروندی رعایت میشود، عملکرد دولت‌هایی چون طالبان که به نام اسلام حکومت میکنند چه تأثیر منفی در نگاه به اسلام در دنیا به جا میگذارد؟ وقتی که طالبان به عنوان اسلام صریحاً آزادی به معنای رهایی و معافیت آسان یا استقلال در علم سیاست ممانعت به خرج میده، این رسماً با ماده 4 اعلامیه حقوق بشر و ماده 19 اعلامیه حقوق بشر مخالفت داره. ماده 19 که رسماً آزادی عقیده بیان رو تصریح میکنه که هر کس حق آزادی عقیده بیان داره. نتیجه این کار این میشود که دافعه اسلام برای مردمی که بر اساس همین ماده حقوق بشر دارن زندگی میکنن بسیار زیاد خواهد شد. بله. و طبیعتا هم همین میشه که اگر یه نفر در خارج یک نفر مسلمون رو ببینه، نسبت به اون شدیداً ترس و واهمه داشته باشه. ممنونم از شما، سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دینی از قم.